سلام بر شما به برنامه این هفته ایران و جهان در هفته که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. این هفته در گفتگوهای جداگانه موضوع عدم صدور ویزا از سوی آمریکا برای حمید ابوطالبی نماینده پیشنهادی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و بحران اوکراین و دامنه توسعه طلبی‌های روسیه در این کشور را با کارشناسان و صاحب نظران سیاسی به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت. با ما همراه باشید. هفته گذشته جدال‌ها بر سر معرفی حمید ابوطالبی نماینده پیشنهادی جمهوری اسلامی در سازمان ملل ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. آمریکا رسماً او را به شرکت در گروگانگیری سال 58 سفارت آمریکا در تهران متهم و تأکید کرد که به او ویزا نمی‌دهد. جمهوری اسلامی ایران اما می‌گوید که قصد ندارد گزینه دیگری را به جای آقای ابوطالبی معرفی کند و در این خصوص به نهادهای حقوقی سازمان ملل متوسل شده و شکایت کرده است. با این حال بعید به نظر می رسد که این اقدام جمهوری اسلامی بتواند به تغییر تصمیم کاخ سفید و صدور ویزا برای این دیپلمات با سابقه منجر شود. کاخ سفید و کنگره با وجود اختلافات عمیق بر سر یک موضوع اشتراک نظر دارند و آن این که فردی که نامش در ماجرای گروگانگیری مطرح است حق ورود به خاک آمریکا را ندارد. از آقای محمد رضا حیدری دیپلمات سابق پرسیدم شکایت ایران در این خصوص به لحاظ حقوق بین الملل تا چه اندازه قابل پیگیری است؟ خب یک کمیته ویژه‌ای در داخل خود سازمان ملل هست که بعضن این کمیته متشکل از 19 کشور عضو سازمان ملله که میان مسائلی رو که مربوط به کشور پذیرنده اعضای سازمان ملل یعنی آمریکا هست و نحوه برخوردشون و مسائلی رو که دارن رو در اونجا بررسی میکنن. ایران متصوره که میتونه با ارسال شکایت به اونجا و همچنین کمک از خود دبیر کل سازمان ملل آمریکا رو تحت فشار قرار بده تا بتونه در واقع ویزای آقای ابوطالبی رو بگیره. اما آنگونه که مشخصه با توجه به یک پارچگی که در داخل آمریکا در این خصوص هست، به خصوص هم کنگره هم سنا و هم کاخ سفید نسبت به این قضیه با هم متفق القول هستن، من فکر میکنم در نهایت جمهوری اسلامی مجبور فرد دیگه ای رو معرفی کنه، ولی خب برای اینکه بتونه سر صدای داخلی ها رو به نوعی خاموش کنه داره عنوان میکنه که از مجاری حقوقی در سازمان ملل میخواد این موضوع رو پیگیری کنه. برخی مقامات آمریکایی اقدام ایران برای معرفی حمید ابوطالبی برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل را عمدی ارزیابی کردند. با توجه به اینکه آقای ابوطالبی پیش از این نیز چند بار به آمریکا سفر کرده، به نظر می‌رسد تهران احتمال عدم صدور ویزا برای او را نمی‌داده. آیا می‌توان گفت اقدام ایران در معرفی وی عمدی بوده است؟ من فکر نمی کنم این موضوع عمدی بوده، چون آقای ابوطالبی سال 94 هم به در 1994 به آمریکا سفر کرده، مدتی هم در سازمان ملل بوده و به استثنای آقای ابوطالبی برخی دیگر از اعضای در واقع دانشجویان پیرو خط امام که الان سمت‌هایی داشتن در قبل یا همکنون به آمریکا سفر کردن و آمریکا مشکلی رو برای صدور ویزا برای اونها ایجاد نکرده. فرزن آقای طیب نیا وزیر اقتصاد همین اخیراً در آمریکا بودن که یکی از در واقع دانشجویان پیرو خط امام بودن و در اون گروگانگیری هم نقش داشتن، یا خانم معصومه ابتکار و برخی از این افراد. من فکر نمی کنم ایران به صورت عمدی با توجه به شرایطی که آقای ابوطالبی داشته این کار کرده، چون آقای ابوطالبی با توجه به پیشینش و سابقهی که داشته و ارتباطات نزدیکی که با خود آقای روحانی و آقای هاشمی داشته معرفی شده و از طرفی هم مورد تایید خود بیت رهبری آقای خامنه ای هم بوده و بهتر از این فرد رو به نظر من نمیتونستن انتخاب کنن، فردی که بتونه هم مورد تایید آقای روحانی باشه هم مورد تایید بیت رهبری. شما به عنوان کسی که تجربه کار در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی رو دارید، بفرمایید روند انتخاب نماینده ایران در سازمان ملل به چه صورت است؟ آیا این فرد گزینه رهبری است یا وزارت خارجه در معرفی سفیر ایران در سازمان ملل اختیار تام دارد؟
خب در خصوص نماینده سازمان ملل عمدتا نظر آقای خامنه ای لحاظ میشه، یعنی اینکه بیت ایشون و اون واحد امور بین المللی که در بیت رهبری مستقره و سابق بر این آقای ولایتی مسئول اون رو داشت به عنوان مشاور امور بین الملل، با هماهنگی که انجام میدن این فردی رو که میخوان به سازمان ملل معرفی کنن رو معرفی میکنه که قاعدتا مورد تایید ریاست جمهوری و وزارت خارجه هم میباشه. و در این رابطه همونجور هم که گفتم آقای ابوطالبی با توجه به پیشینه قبلی که داشته و چند دوره که سفیر بوده و از طرفی ارتباط نزدیکی هم با بیت آقای خامنه ای داره و هم با آقای روحانی، گزینه‌ای بوده که مورد توافق دو طرف بوده و بدین لحاظ و معرفی شده برای گرفتن ویزا از آمریکا و رفتنشون به سازمان ملل. در صورتی که شکایت جمهوری اسلامی از طریق منابع حقوقی و رسمی به نتیجه نرسد، تهران چه گزینه‌هایی را پیش رو دارد؟ خب چنانچه نتونه به اون خواستش برسه، جمهوری اسلامی که آقای ابوطالبی رو معرفی کرده و ویزا براش بگیره، هستن افرادی که با تایید خود بیت رهبری میتونن جایگزین بشن و همکنون هم زمزمه هایی در رسانه های داخل کشور و همچنین مطبوعات خارج هم هست که میتونه آقای عباس عراقچی که الان معاونت وزارت خارجه رو داره و به نوعی مدت زمانی هم هست در وزارت خارجه سمت های بالایی رو داشته، میتونه جایگزین بشه و دارن الان روی این کیس هم صحبت میکنن. ولی خب قاعدتا برای اینکه بتونن صدای تندروهای داخل کشور رو به نوعی آقای روحانی خاموش کنه و بتونه یک حالت تعادلی رو برقرار کنه، قاعدتا این شکایت رو اینها در دستور کارشون دارن، ولی در صورتی که موفق نشن به جایی برسن، قاعدتا فرد دیگه ای رو از تیپی که آقای ابوطالبی انتخاب خواهند کرد و به سازمان ملل معرفی میکنه. آمریکا گفته است موضوع عدم صدور ویزا برای آقای ابوطالبی تأثیری بر روند مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت. به نظر شما بنبست فعلی میان واشنگتن و تهران بر سر نمایندگی ایران در سازمان ملل میتواند گفتگوهای هسته‌ای را تحت شعاع قرار دهد؟ خب اگر در کلام بخوام بگن هر دو طرف اینو عنوان کردن که تأثیری در گفتگوها نخواهد داشت، ولی عملاً این یه پوان منفیه برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که فردی رو معرفی کرده و آمریکایی‌ها بهش ویزا ندادن برای رفتن به سازمان ملل، چون قاعدتاً آقای ظریف با توجه به سابقه‌ای که در آمریکا داشته و گفتگوهایی که قبل از معرفی آقای ابوطالبی با وزارت خارجه آمریکا داشته، باید موفق می‌شد این ویزا رو برای ایشون می‌گرفت. ولی این می‌تونه یه پوان منفی باشه از اونجایی که دید آقای خامنه‌ای هم نسبت به این مذاکرات منفیه و مکرراً در داخل گفتگوهایی که داشته و در واقع سخنرانی‌های متعددی که ایشون داشته گفته نسبت به این مذاکرات خوشبین نیست، میتونه این پوان منفی عملاً توسط تندروها وسیله‌ای بشه و ابزاری بشه که آقای روحانی و تیم مذاکره کننده رو تحت فشار قرار بدن و عملاً باعث بشه که مذاکرات به سمت و سوی دیگری بره، با توجه به اتفاقاتی هم که در منطقه داره اتفاق میفته و واکنش‌هایی که روسیه در خصوص مسائل اوکراین داشته، میتونه جمهوری اسلامی و به خصوص اون جنای تندروش رو متمایل کنه به اینکه از نقش روسیه برای اینکه این مذاکرات رو به سمت و سوی دیگه بکشه استفاده کنه. تأخیر در معرفی نماینده ایران در سازمان ملل چه تأثیری بر روند پیگیری منافع ملی ایران در این نهاد بین‌المللی دارد؟ خب قاعدتا تأثیر به سزایی خواهد داشت، اما خب جمهوری اسلامی از اونجایی که هیچگاه به دنبال منافع ملی مردم ایران نبوده، بعضا شده در سفارتخونه‌های دیگه‌ش هم چندین ماه بدون سفیر و با حضور کاردار یا جانشین در واقع سفیر اداره شده و در این خصوص هم جمهوری اسلامی میتونه زمان رو به نوعی بدون اینکه اقدامی بکنه این موضوع رو ادامه بده و بدون اینکه فردی رو معرفی کنه با حضور افراد دیگه که در سازمان ملل هستن و در کادر دیپلماتیک جمهوری اسلامی در حال حاضر مشغول هستن این موضوع رو ادامه بده و این موضوع رو قبلا هم جمهوری اسلامی در موارد دیگه در کشورهای دیگه هم بدون حضور سفیر این موضوع رو پیگیری کرده و عملا میگم مشکلی رو برای این قضايا نخواهند داشت. با سپاس از آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز که از نروژ با ما همراه بودند.
اما تنش در اوکراین به دنبال بازپسگیری یکی از مناطق حساس این کشور توسط شبه نظامیان مسلح طرفدار روسیه از سوی نیروهای دولتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. با وجود جدایی کریمه از اوکراین، دولت روسیه همچنان به اقداماتی جهت تجزیه اوکراین ادامه می‌دهد. دولت روسیه اما این اتهام را رد کرده و گفته برای حل بحران سیاسی در اوکراین لازم است این کشور تحت یک نظام فدرال قرار گیرد، به نفعی که مناطقی که اکثریت جمعیت آنها را روس تباران تشکیل می‌دهند از اختیارات گسترده‌تری برخوردار شوند. رئیس جمهور موقت اوکراین با دادن اختیارات بیشتر به مناطق مختلف اوکراین موافقت کرده. با این وجود کرملین همچنان از جدایی طلبان حمایت می‌کند. از آقای دکتر مهران براتی، کارشناس مسائل بین‌الملل پرسیدم روسیه چه منافعی در اوکراین دارد و احتمال فدرالیزه کردن اوکراین چقدر است؟ خب من از اینجا شروع می‌کنم که همیشه این پرسش شده که روسیه چه منافعی الان در اوکراین داره که دست به این تحرکات عجیب غریب نظامی میزنه و یا بخشی از این کشور رو به خودش ملحق میکنه. اون چیزی که تا بال کم مورد توجه قرار گرفته صنایع نظامی اوکراینی که در حقیقت بخشی از صنایع نظامی اتحاد جماهیر شوروی پیش از فروپاشی این اتحاد جماهیر شوروی بوده. در اون زمان چیزی در حدود 700 کارخانه و کارگاه ویژه تسلیحاتی در اوکراین وجود داشت که 1,400,000 نفر شاغل داشت. بعد از فروپاشی از این 700 کارخانه و کارگاه 200 کارگاه باقی مونده با 120,000 نفر، ولی تولیدات اینها کم و فسابق برای دستگاه نظامی روسیه بسیار مهم است. از جمله تولیدات اینها موشک SS-18 ساتان هست با برد 16,000 کیلومتر، موشک قاره پیمایی است که میتونه با 10 کلاهک انفجاری اتمی همساز باشه و چیزی در حدود 40 به اصطلاح جسم گمراه کننده رادارهای طرف مقابل یا موشک های دفاعی طرف مقابل باشه. بخش دیگر مربوط به هواپیماهای نوع میگ میشه، بخش دیگر مربوط به ناوهای جنگی میشه، بخش دیگر مربوط به تانک ها میشه، بخش دیگر به اقسام ارشبت که موشک هایی میشه که برای اهداف قاره پیمایی برای بردن سفینه های فضایی روسیه به کار برده میشد. اتحاد جماهیر شوروی قبلا هم صنایع نظامیش رو به نوعی تقسیم کرده بود، گرچه حاصله اصلی در روسیه بود ولی در قزاقستان و اوکراین به اصطلاح شعبه های بسیار معتبری داشت. دولت جدید اوکراین، دولت موقت اوکراین در پایان ماه مارس تمامی قراردادهای همکاری نظامیش رو با روسیه به اصطلاح فسخ کرد و گفت دیگه حاضر نیست کمک بکنه به ساختمان و سامان دادن به نیروی نظامی روسیه که مورد تجاوز قرار گرفت. خب این مسئله برای روسیه بسیار مهم بود، به ویژه اینکه ناوهای جنگی هم که اونجا ساخته میشد درست در همین دریای سیاهی است که حالا از طریق کریمه روسیه میتونه به اونجا راه پیدا بکنه. هدف روسیه به نظر میرسه که این باشه که از طریق نوعی فدرالیزه کردن این کشور، فدرال هایی که یه بخشش زیر نفوذ دولت روسیه هستن و ترکیب آتی دولت مرکزی روسیه طوری باشه که در اون افرادی باشن که قابل به اصطلاح اعمال نفوذ از طرف روسیه باشن، یعنی یه نوع تجزیه سیاسی این کشور هدف روسیه هست بدون اینکه خودش مستقیما وارد به اصطلاح بخواد شرق اوکراین رو تسخیر بکنه و همون کاری که با کریمه کرد اونجا انجام بده، همون هدف رو از طرق دیگر میخواد به پیش ببره. به احتمال تجزیه اوکراین اشاره کردید. به نظر میرسد روسیه به بهانه حمایت از اقلیت روس‌تبار ساکن اوکراین در پی افزایش نفوذ خود در شرق این کشور است. اقدام روسیه چقدر میتواند عاملی برای تجزیه این کشور و چند دستگی میان مردم اوکراین منجر شود؟
خب ببینید، یک مسئله اساسی، اول اینکه روسیه در سال 2010 دکترین امنیتی کشوریش رو عوض کرد. اگر تا اون زمان منظور از امنیت، امنیت مرزهای روسیه بود، در دکترین جدید گفته شد که دفاع از شهروندان روس تبار که در دیگر کشورهای برآمده از دل اتحاد جماهیر شوروی زندگی میکنند بخشی از سیاست امنیتی روسیه شده. بنابراین زمینه این مداخله‌ای که در اوکراین انجام داده روی در متن اون دکترین جدید روسیه وجود داشت و وجود داره. اما این مسئله‌ای که الان در اوکراین روسیه موفق بشه تا کجا پیش بره، بخشیش مربوط به وضع اقتصادی و اجتماعی اوکراین میگرده. ببینید، بیشتر کسانی که الان در شما در تظاهرات نگاه بکنید، بیشتر کسانی که صحبت از این میکنن که میخوایم ما به روسیه بپیوندیم، افرادی هستن که حدود 60 و یا 60 سال به بالا دارن. حقوق بازنشستگی که در اوکراین میگیرن چیزی ترود کمتر از یک سوم اون چیزی است که در روسیه پرداخت میشه. خب این مسئله بسیار مهمی است برای اونها. همینطور از نظر به اصطلاح شغل و کار و بیکاری که الان در اوکراین بسیار گسترده است. بخشی از این عشقی که به روسیه پیدا شده ریشه های اجتماعی داره. اگر اتحادیه اروپا و آمریکا کمک هایی بتونن به دولت اوکراین بکنن که از نظر اقتصادی بتونه وضعش رو به پیش ببره، الان که مثلا قراردادهای همکاری نظامی میان روسیه و اوکراین دیگه وجود نداره، بخشی از درآمد ملی این کشور هم قطع شده. حال اوکراین به امید این هست که مشتری های جدید برای تولیدات نظامیش در غرب پیدا بکنه که این بلاواسطه انجام شدنی نیست، چون سیستم های دفاعی و نظامی بسیار متفاوتی وجود داره. حال اگر غرب بتونه این کمک رو بکنه، که غرب هم کمک هایی که تا حالا میخواد بکنه چیزی در حدود 1-2-3 میلیارد از بلاواسطه، نمیتونه وضع فجیعی که اونجا وجود داره از بین ببره. بنابراین روسیه میتونه با وعده هایی که به مردم میده اونجا و یا با سیاستی که داره بعضا موفق بشه. این دیگه بستگی به هوشمندی سیاستمداران حکومت در رأس داره در اوکراین و در غرب که چقدر خطر رو تشخیص بدن و بلاواسطه کمک های کارسازی به مردم اوکراین بکنن که جذابیت پیوستن روس تباران به روسیه کمتر بشه و یا در محدوده ای باقی بمونه که برای دولت فعلی قابل مدیریت باشه. روسیه اروپا را به قطع صادرات گازی که خط لوله آن از اوکراین عبور می کند تهدید کرده. غرب نیز در صدد صدور تحریم های بیشتر علیه روسیه است. اقدامات متقابل غرب و روسیه چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ ببین، روسیه امکان این که صادرات گازش رو بخواد قطع بکنه نداره، چون به این درآمد احتیاج داره. یک بار دیگه فکر کنم خدمتتون عرض کردم امریکا ذخایر نفتیش برای 3 سال احتیاجاتش هست. اگر 50% ذخیره نفتی یک سال رو هم امریکا به بازار بریزه، قیمت‌های نفت سریع پایین میاد. روسیه تمام برنامه اقتصادی عمرانی خودش رو روی نفت 110 دلار برنامه ریزی کرده. بنابراین اگر این 110 دلار و 100 دلار به 80 و 90 دلار بکشه، خب بخشی از برنامه های اجتماعی و امور بودجهش رو نمیتونه انجام بده. به همین دلیل هم دنبال این کار نیست که همچی کاری رو انجام بده. اما خب یک مسئله هست که 50% احتیاجات انرژی اروپا، چه غرب و شرق، از طریق روسیه برآورده میشه. احتیاجات اتفاقا کشورهای سابق اروپای شرقی بیشتر از 50% تا 70% هست، ولی امکان این که از منابع دیگر گاز مایع گرفته بشه، یکی از امکاناتش گرفتن گاز مایع از ایران، از قطر و از آمریکا هست. راه آمریکا دوره، ولی راه‌های دیگر هم وجود داره.
که میشه با پیشگیری 2-3 ماهه، یعنی اگر کشتی ها را بیفتند و گاز مایع بیارن، الان هم که هوا اونچنان سرد نیست میتونه امکان فشار روسیه به حداقل برسه. ولی در اصل از نظر جنبه اقتصادی فکر نمی کنم روسیه به این فکر باشه که بخواد به صلاح جلوی صدور گاز رو از طریق اوکراین به غرب بگیره. هر دو طرف به این احتیاج دارن. دولت اوکراین هم سعی نمی کنه به صورت درجه درگیری رو به حدی برسونه که روسیه به همچی فکر بیفته. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که روسیه به اهدافی بزرگتر از اوکراین چشم دوخته و میخواهد وضعیت اروپا را که پس از فروپاشی شوروی ایجاد شده تغییر دهد. با این تحلیل چقدر موافقید؟ ببین، یکی خاص یکی توان هست. بیشتر این کشورها الان عضو پیمان آتلانتیک شمالی شدن، عضو ناتو هستن. دو کشور مهمی که اونجا هستن، یکیش گرجستان، یکیش همین اوکراین هست. قزاقستان که خب هیچ وقت همچی فکری نداشته. در مورد آذربایجان و ارمنستان هم و از طور دیگری اونها همچی به تمایلی به این مسئله ندارند. امریکا هم در آذربایجان پایگاه داره، هم در ارمنستان و در ازبکستان. بنابراین خاص یک مسئله است. ولی یک مسئله دیگر هم هست که میتونیم بگیم که خب اگر حقوق بین الملل باید رعایت بشه و این حقوق رو همه رعایت بکنن، همچی وضعی پیش نمی اومد. در مورد لیبی بدون تصمیم شورای امنیت، کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی به بیشترشون به لیبی حمله کردند که قذافی رو برکنار کنند و بعدن هم که ایشون کشته شد. اون تصمیم بر صورت بدونی. نوع دیگرش، مسئله دیگرش در مورد یوگوسلاوی بود، در سربستان سابق بود، سربستانی که هنوز کوسوو ازش جدا نشده بود، و یا قبلش اوکراین که ببخشید کرواسی که هنوز جدا نشده بود. در اون مورد هم تصمیم شورای امنیت نبود. ما در حقوق بین الملل اصلا هیچ حقی برای تجزیه کشور از طریق حمله نظامی برای هیچ کشوری قائل نیست، بلکه حقوق بین الملل بیشتر از مسئله تمامیت ارضی حرکت میکنه. در مورد اقلیت‌های قومی و حقوق اونها کنوانسیون‌های مختلف وجود داره که این جدا از متن به اصطلاح جدایی است. البته در تعبیر و تفسیر حقوق بین الملل این وضع جدید به وجود آمده که اگر یک قوم و ملتی مورد نسل کشی قرار بگیره و یا به طور مستمر مورد شکنجه و آزار قرار بگیره، اون وقت برای اون اقلیت قومی حق جدایی و حق تجزیه به لحاظ حقوقی از طرف بسیاری از حقوقدان‌ها شناخته شده، ولی هنوز در تفاسیر حقوق بین‌الملل اکثریت با کسانی است که فکر می‌کنن باید با حفظ تمامیت ارضی به حقوق اقلیت‌ها رسید. بنابراین پایه حقوقی مسئله روشن هست. اگر روسیه بخواد اقدامی انجام بده در این جهت که بخواد به اصطلاح گسترش نفوذش رو از این طریق که بخشایی از کشورهای دیگر سابق تا جماهیر شوروی تسخیر کنه، خب این فکر میکنم دیگه زمینه ایست که احتمال یک جنگ بین الملل رو روز به روز بیشتر میکنه. در شرایطی که آمریکا و غرب وارد تنش‌های تازه‌ای با روسیه بر سر اوکراین شدند، احتمال افزایش اختلاف میان واشنگتن و مسکو در بحران اتمی ایران و سایه آن بر گفتگوهای هسته‌ای چقدر است؟ خب این برگی است که هم ایران روش صحبت کرد. ایران که البته میگم نه دولت آقای روحانی، بلکه سیاستمدارانی در ایران روش صحبت کردند و سیاستمداران روسیه هم اشاراتی به این مسئله کردند. ولی ایران به اندازه کافی الان واقع بین هست در وضعی که الان ایران قرار داره. به قول یکی از وزرای دولت آقای روحانی، اگر همشون بشینن و شبانه روز گریه کنن، هنوز نتوانستن به اصطلاح این
تأسف بار بودن و فاجعه بار بودن وضع ممکن رو نشون داده باشند. ایران در وضعی نیست که الان بخواد بتونه از این برگ استفاده کنه. این مسئله است که در جنبه لفظی و شعاری ممکنه که گفته بشه، ولی ایران میخواد این مسئله رو در چند ماه آینده به پایان برسونه. هر گونه استفاده از برگ روسیه و اوکراین باعث میشه که این مذاکرات به 1 سال و 2 سال و 3 سال بکشه. غرب هیچ عجله ای در این مورد نداره، این ایران است که عجله داره، میخواد زودتر تحریما برداشته شن. بنابراین من فکر نمی کنم ایران بتونه و بخواد از این برگ استفاده کنه، ممکنه در شعارها گفته بشه. با سپاس از آقای دکتر مهران براتی، کارشناس مسائل بین المللی که از برلین با ما همراه بودند. اما پایان بخش برنامه این هفته ما طبق روال هر هفته گزارشی است از مهستان بختیاری، خبرنگار ما در ترکیه، که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار می دهد. همونطور که در گزارش های پیشین هم اشاره کردیم، امسال ترکیه با یک رویداد مهم دیگه هم در تابستان روبرو هستش، مسئله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که از جهات مختلفی دارای اهمیت است، هم از حیث رویدادهای داخلی و هم از حیث تحولات منطقه‌ای. این هفته هم شورای عالی انتخابات ترکیه روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رو اعلام کرد، روز 10 آگوست 19 مرداد ماه، و طی نامه‌ای که به هر حال به روزنامه رسمی کشور هم اعلام شد قید شد، چنانچه انتخابات در مرحله نخست به پایان نرسه و به مرحله دوم کشیده بشه، بلافاصله باید پس از 2 هفته انتخابات در روز 24 آگوست برگزار بشه. این انتخابات برای نخستین بار هستش که مردم میتونن به صورت مستقیم رئیس جمهور رو انتخاب بکنن، با توجه به تغییرات و اصلاحاتی که اخیراً در قانون اساسی ترکیه به وجود اومد، این فرصت وجود داره که مردم با رأی مستقیم رئیس جمهور رو انتخاب بکنن. 28 آگوست هم پایان دوره ریاست جمهوری آقای عبدالله گل هستش، آقای عبدالله گلی که هنوز به طور مشخص اعلام نکرده که آیا در انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید خواهد شد و یا خیر. اما بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که با توجه به روحیه آقای عبدالله گل، ایشون پس از شرایط سنجی احتمالاً خودش رو کاندید انتخابات ریاست جمهوری خواهد کرد. آن سوتر هم که آقای رجب طیب اردوغان پیشتر ابراز تمایل کرده بود که میخواد در انتخابات ریاست جمهوری کاندید بشه، به هر حال طبیعی هم هست بعد از پیروزی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری ها به دست آورده، این پشتگرمی برای آقای اردوغان دوچندان شده و به قول معروف خیز بلندی رو برای کسب کرسی ریاست جمهوری خواهد برداشت. هرچند پیشاپیش اعلام کرده که باید اصلاحاتی در قانون اساسی ترکیه صورت بگیره و حیطه اختیارات رئیس جمهور بیشتر بشه. فعلا در فضای سیاسی و به حال فضای رسانه‌ای ترکیه این دو شخصیت مطرح ترکیه به عنوان کاندید در موردش صحبت میشه. اگر هر دوی این افراد، یعنی هم آقای عبدالله گل و هم آقای رجب طیب اردوغان، خودشون رو کاندید انتخابات ریاست جمهوری بکنن، ما باید شاهد تغییر و تحولات و تغییرات زیادی در عرصه داخلی ترکیه باشیم، به ویژه در حزب عدالت و توسعه، در واقع سازماندهی این حزب و کادر رهبری اون، که در گزارش های مفصلی حتما به این موضوع خواهیم پرداخت در جای خودش و به طور مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد. اما صحبت از دو شخصیت برتر و به هر حال مطرح سیاسی ترکیه شد، یک خبر جانبی رو هم بد نیست بهش اشاره بکنیم که در این هفته در فضای رسانه‌ای ترکیه مطرح بود. مجله تایمز که هر ساله بر اساس نظرسنجی کاربران خودش شخصیت برتر سال یا گروه برتر سال رو که تأثیری مهم بر رویدادهای جهانی گذاشته انتخاب میکنه، در لیست 100 نفره خودش از آقای عبدالله گل و آقای رجب طیب اردوغان هم نام بره. آقای عبدالله گل رو عنوان شده به دلیل شخصیت باثبات و در واقع اون انعطاف پذیری و حالت تعادلی که در روحیات ایشون هستش در مواجهه با رویدادهای سیاسی، و آقای رجب طیب اردوغان به دلیل تأثیر ویژش بر پیروزی حزب عدالت و توسعه.
اما کمی هم اشاره بکنیم به رویدادهای سیاسی ترکیه در عرصه خارجی، به ویژه به مسئله سفر هیئت نمایندگان مجلس امریکا به سرپرستی آقای جان بونر به ترکیه اشاره بکنیم که دیداری رو داشتن با آقای جمیل چیچک رئیس پارلمان ملی ترکیه و همینطور آقای رجب طیب اردوغان. معمولا این گونه سفرهای دیپلماتیکی که انجام میگیره محور گفتگوها بررسی رویدادهای منطقه هستش. در این سفر هم مسئله تحولات منطقه به ویژه اوکراین و سوریه محور گفتگو بود، اما آن چیزی که در واقع این سفر رو زیر ذره بین قرار داده و بحث و گفتگوها پیرامونش هستش موضوع دیگری است، مسئله مناقشه ترکیه با کشور ارمنستان پیرامون قتل عام ارامنه که مدتی است 4 نماینده کنگره امریکا تلاش میکنن که این موضوع رو در کنگره مطرح بکنن، قطعنامه راجع به اون صادر بکنن و حتی نامه هم به آقای اوباما در این زمینه نوشتن. ترکیه هم به هر حال بر روی این موضوع حساس هستش، بیشتر هم به هر حال مقامات ترکیه از جمله آقای داوود اوغلو نسبت به این موضوع هشدار داده بودن، اما آقای جان بونر در دیدارشون با آقای جمیل چیچک عنوان کردن که بسیار بعید هست این مسئله در کنگره امریکا مطرح بشه، چرا که اساسا کنگره وارد موضوعات تاریخی این چنینی نمیشه، این یک مسئله تاریخی است که تاریخ نگاران باید در موردش نظر بدن و ما نمیتونیم در تاریخ در واقع دخل و تصرف داشته باشیم. آقای اردوغان هم در دیدارشون با آقای جان بونر و هیئت نمایندگان مجلس امریکا گفتن ترکیه نسبت به این موضوع بسیار حساس ازش و نباید این گونه مسائل با مطرح شدنش به روابط دو کشور لطمه بزنه. اما اشاره هم بکنیم به سفر آقای نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان به ترکیه و دیدارش با آقای رجب طیب اردوغان. میدونیم از ماها پیش سفر مقامات اقلیم کردستان به ترکیه کم و بیش ادامه داشته، چه ملاقات های حضوری چه تلفنی. محور این گفتگوها همون مسئله انتقال نفت و گاز اقلیم کردستان به اروپا از طریق ترکیه هستش که بحث و حدیث‌های خاص خودش رو هم در عراق به جای گذاشته، اختلافاتی که دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان داره و به هر حال چه سفر آقای مسعود بارزانی چه سفر اخیر آقای نچیروان بارزانی بحث اساسی در واقع همین خط انتقال نفت و گاز اقلیم کردستان هستش، هرچند که در این میان در واقع توافقات اقتصادی دیگه هم صورت گرفت از جمله مسئله گشایش گذرگاه‌های مرزی طرفین. اما در پایان به این موضوع اشاره بکنیم، سفر هیئتی از مقامات بلندپایه و مدیران شرکت توییتر به ترکیه، بحث و حدیث راجع به توییتر، فیلتر شدن این سایت در ترکیه و اختلافات دولت ترکیه با شرکت توییتر و انتقاد شخص خود آقای رجب طیب اردوغان از توییتر رو در ماهای گذشته رویدادهاش رو دنبال کردیم. به هر حال توییتر در ترکیه فیلتر شد، مجددا بازگشایی شد، اما این سفر این مقامات و مدیران بلندپایه توییتر به ترکیه اومدن با مقامات اداره مخابرات ترکیه و حتی مشاورین رئیس جمهور هم دیدار کردن. مسئله اساسی این هستش که اونها به دنبال این هستن که ببینن چه راهی میتونن پیدا بکنن که با توجه به قوانین داخلی ترکیه ادامه این همکاری میسر بشه، بتونن فعالیتشون رو بعد از این در ترکیه ادامه بدن. حتی صحبت از ایجاد یک نمایندگی در ترکیه هم هستش. مسائل تکنولوژی که دیگه هم در این میان مطرح شد، ولی خب به هر حال همونطور که گفتیم محور گفتگوها آینده توییتر در ترکیه و ادامه فعالیت اون در این کشور هستش. البته اونطور که خبرگزاری‌های ترکیه عنوان می‌کنن گفتگوها بسیار سازنده و امید بخش بوده، باید ببینیم که به هر حال در آینده فعالیت شرکت توییتر در ترکیه به چه صورت خواهد بود. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با برنامه‌های دیگر ما برای کسانی که موفق به دیدن پخش زنده آن نمی‌شوند در وبسایت ما در دسترس خواهد بود. مثل همیشه راه‌های ارتباطی ما وبسایت تلویزیون ایران فردا، صفحه فیسبوک و ایمیل ماست که نشانی آنها بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده. با ما در تماس باشید و با نظرات خود ما را در بهبود برنامه یاری کنید. منتظر پیشنهادات و انتقادات شما بینندگان عزیز هستیم. تا برنامه دیگر، بدرود.